ساخت و سازهای غیر مجاز در حیران، حیران بیمسئولیتی مسئولان. از شهرهای دور و نزدیک اومدن اینجا ساختمان سازی کردن. چند تا ویلا درست شده تو این دهتون؟ از 1000 تا بیشتر. 46 مورد پرونده کسانی که حالا بدون مجوز یا با مجوزهایی که میتونه به هر مشکلاتی رو داشته باشه، خب بخش سرسبزی و زیبایی اونجا رو تبدیل به ساختمون کردن یا تعرض به زمینهایی که کشاورزی داشتن. زمان این زد کلا یوندزار بود 10 سال پیش، الان میبینی که همه ساختمون رفته بالا. اگرچه ویلا سازی در حیران از زمان اجرای طرح هادی روستایی شروع شده، اما این ساخت و سازها پا را فراتر از طرح هادی گذاشته. درست حد مرز طرح هادی با خارج شهر وایساده. حالا این خارج طرح خیلی ساختمون سازی شده. بله، رفتم کمیسیون ماده یک، تفسیر یک ماده یک امور اراضی تغییر کاربری گرفتم. از 269 هکتار مطالعه شده طرح هادی حیران عملیاتی شده. از این 160 هکتار 130 هکتار اراضی زراعی و باغی توش، که عملا شما میبینین که 130 هکتار اینجا اراضی زراعی نیست. زمین زراعی حیران فقط اسم زمین زراعیتش، ولی قابل چشم نیست. بهترین باغات ذرت رو داریم که اینجا چشم میشه. خودتون مسئول جهاد کشاورزی همین منطقه هستی، چطور اجازه میدی که تو زمینی کشاورزی بخواد ساخت و ساز بشه؟ متولی امر در داخل طرح هادی بنیاد مسکنه. بنیاد مسکن در مرحله ساخت و ساز و سایر رویکردهایی که در روستا میفته، وظیفه‌اش فقط تهیه طرح هادی، وظیفه اجرا و مدیریت بر این طرح بر عهده مدیر روستا یا مرجع صدور پروانه. الان یکی بمیره شما میتونی پیاده بری برو؟ نمیتونه بری که بابا جاده را گرفته. قبلا از کدوم ور میرفتی؟ راه را جاده داریم جبه الان بستن بسته دیگه، فنس کشیده فروختن. شاید اگه یکی فوت بکنه شما مشکل داریم. مشکل داریم دیگه آقا، سرسر و بازی میندازیم زمین، سرسر میدیم میبریم پایین. مهمانان ناخوانده گردنه حیران حتی آبی برای مردم منطقه هم باقی نگذاشتهاند. آب نداریم اینجا، ویلا نشی ندارن. اونا که ارباب هستن میان اومدن پر کردن، آب باشه خودشون چشیدن، ما موندیم بدون آب. البته ماجرای حیران فقط در حیران ختم نمیشه، بلکه این تراژدی در دیلمان و دیگر مناطق استان هم در حال اجراست.